با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. حکومت به مرحله آخر زندگیش که زندگی کثافتش میرسه و مردم هم دارن کار رو تمام میکنند. من از عید یه خورده بگم که عید چی هست که بعد تشبیه کنم با وضع حکومت، بعد خبری بهتون بدم کیف کنید، کیفش ببرید. من امروز خیلی سخت روز سختی بهم گذشت، چون امروز دلار رفت 60 تومن و واقعا تهیه اینترنت سخت شده برام، ولی خب با همین تفاصیل کاری کردیم از جای مایی خواسته ردید کردیم اینو. چون چی رو بهتون میگم بگذاریم، خدمت شما عرض کنم که اید زمانی به وجود میاد که سیستم دفاعی بدن از کار بیفته. سیستم دفاع بدن زمانی از کار میفته که در یک مسئله ما افراد کنیم. من قبلا گفتم ایدز میتونه خود هر انسانی خود مولد ایدز باشه. وقتی در یک کاری افراد کردین شما و تفرید تو شد، او سیستم دفاعی تو کار خودش انجام بده، میره میاد مثلا برفرض یه رابطه جنسی برقرار میکنید، این مثلا خب یک بار کار خودش انجام میده خیلی راحت، دوبار ولی با آمپول و قرص و این ورور اینا که کار کردن سیستم دفاعی خسته میشه نمیتونه. وقتی خسته میشه نمیتونه، خودشون یک سیستم دفاعی که منسجم ترین سیستم های بدن هست. دکتر هست، مهندس هست، معمار، همه چی هست، آزمایش ها هست، همه کار خودش انجام میده، دستور میده چی بده چه نره، ولی زمانی که دیگه توانشو نداره به جون هم میفتن و شروع میکنن این چیزا همدیگر خوردن. سربازهایی که در اونجا هستن و اینا به جون همدیگر میفتن، دعواشون میشه، همدیگر میخورن. وقتی همدیگر رو میخورند دیگه احساس قدرت میکنن، بعد هیچی اینا رو اقناع و ارضا نمیکنه دیگه، فقط به فقط سیستم دفاعی بدن جدید. وقتی منتقل به سیستم دفاعی بدن که به سیستم بدن که داخل شد، میره چون راه رو بلد دیگه، خود سیستم دفاعی بوده، خودش چریک بوده برای خودش، میره راه رو پیدا میکنه، بین 10 15 تا 6 ماه طول میشه برسه به سیستم دفاعی بدن نفر بعدی. رفت اونجا اونا شروع به خوردن، سیستم دفاعی از بدن که از کار افتاد، یعنی دیگه تموم شده است، یعنی که دیگه هیچ یه خونم خواهد داره قطع نمیشه، یک زیاد زخم میشه قطع نمیشه، هیچ کار نمیشه کرد، مریض میشه، تب میکنه و تا خواسته میره اونجایی که باید بره. حکومت دقیقا الان این حالت رو داره، افراد و تفریط هایی که کردن، اینها پول های بی حسابی که خرج کردن، پولی که از جیب ملت زدن، پولی که از بورس بردن، پولی که از مواد مخدر بردن، پولی که از آدم فروشی بردن، پولی که از قاچاق، هر چیزی که بدترین در دنیا است نکردن، در همه کارم افراد کردن، در همه کارام افراد کردند. فکر نکردن این بابا این حیوان دیگه، حیوان وقتی میرسه به یه جزار فکر نمیکنه زیادی بخوره میتره که توی یه جزار میخوره میره جلو، بعد که برمیگره پشت کثیف کرده و بعد زیادی هم که میخوره میتره که اونه که علفه هم نمیده. من چی میگم، اینا هم افراد کردن، هم تفریط کردن، هم تخگاز رفتن، هم خواسته، همه جوره. وگرنه این حکومت باید 500-600 سال میموند، چون برنامه‌ریزی جهانی براش شده بود، ولی خب دیدیم که این افراد تفریط و این ادفه رسیدن به کاهدون خلاصه الاخر دیگه شد. حالا به جون هم افتاد شهید ما رو میدونیم، خودتون رو بهتر از میدید، اما داره به اون مرحله آخر و نهایی میرسه که الان دیگه همه جون هم افتادن، این میگه تو کردی، اون میگه تو کردی، اون میگه تو کردی، و نمیفهمید تک تکشون کردن، افراد تفریط هایی تک تکشون کردن، پولایی که مثلا احمد نژاد 550 میلیارد دلار پول مملکت رو به باد هوا داد، رفت اونجا آقا چقدر از ما قرض که 200 میلیون آقا ببخشید بذار 100 فلان آقا جاده فلان، تو کی هستی که بخوای ببخشی؟ هارون زاده، هارون زاده ها، حالا خودت برو میزنی جگرت رو ملت در میارم. بعد دیروز صحبت که آره من دوستش رو گفتم، نه ما نظام رو نگه میداریم، ما تلاش میکنیم نگه داریم، هرچه خراب کاری کرد تو گل خوردی با جد آبادت کسافت. در نهایت دوستان الان وضعیت من که اینه، شاهزم کاملا به امور مسلطه، با داخل کشور در ارتباط هست و فرمان نهایی رو صادر کردم
به نیروهای داخلی، به نیروهای خارجی که دیگه حالا همه چی آماده. با هم میخونیم بعد ما ادامه میدیم صحبتون. شازه با ظرافتی کار کردن که باورتون نمیشه، چون اینها باید با ظرافت باشن که باید کار میکرد. شازه رضا پهلوی: همه شرایط لازم برای سرنگونی فراهم است. نیروی داخلی توجه کنید، دیگه که با شازه ارتباط هستید و خیلی مسئله دیگه. شازه رضا پهلوی: همه شرایط لازم برای سرنگونی فراهم است. دیگه تمامش کارشون. شازه پهلوی در دیگه گفتگوی اقتصادی با رشته دیلی تلگراف گفته همه شرایط لازم برای سرنگونی فراهم است و این فرصت اکنون در مقابل اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارد. خب این یعنی به نیروی داخلی، به نیروی که متمرکزن، نیروی که هستن، همه دیگه میگه شاید داره آماده هستیم، ما دیگه همه کارا رو کردیم، همه کارا رو کردیم، آماده هستیم که یه حرکت نهایی زده بشه و تمومش رو پی کارش. پس این پیام رو هم تقسیم کنید به دیگران هم بگید و حالا من توصیه برای شما دارم بسنم. در این شرایط شما برای حداقل 5 روز، برای حداقل 10 تا 12 تا 15 آذوقه تخم داشته باشید. این چیزیه که احتمال داره پیش بیاد و پیش هم میاد، چون بازار دیگه بازار بریده هیچی، بازار تیکه تیکه شده، بازار هیچ توان دیگه نداره، نه اعتبار داره نه توان داره، حقش هم هست. پس به 10 15 روز خودتون رو مواد غذایی اصلی اصولی رو بگیرید، حواستون به همسایه ها، به فامیل ها دور نزدیک باشد. خدمت رسم یک هر خانواده بسیار به احتیاط نفردار، چون مقدار 5-6 لیتر آب مالا معدنی قیمتی نگه دارید برای احتیاط و اینها دیگه کاری نمیتونم بکنم. احتمالش هست چون اتفاقات بیفتن نباشن، آبی قرد بشه، برق قرد بشه، فلان، تدارک اینها رو ببینید واسه خودتون، تدارک ببینید که دیگه رسیدیم به جایی که باید برسیم. خودشون خیلی کمک کردند. امروز که دلار شد 60,000 تومان، درسته برای من سخت بود اینجا، ولی گفتم خب خدا رو شکر که دیگه نمیتوان ندارم. چون ببینید دوستان، دلار دو رقم تو بازار هست، یکی دلار جدید هست، یکی دلار قدیمی هست. اینا هم دلار قدیمی رو آوردن چون جایی نمیخرن، باید برن آمریکا یا بانکای کجا برن، میخوان به مردم بفروشن، مردم نمیخرن. تو خودشون دارن شروع میکنن، چون دولت میخواد دلار بفروشه، دلار توی ارز خارجی هست بفروشه، ریال تهیه کنه، نمیتونه. چرتی پرتی بود، بچه اطلاعات نوشتن، البته بچه اطلاعات سپاه نوشتن، خیلی کار خوبی کردی، محکم دست میدم براتون. عراق گفتن پوست میدونه دو کار شما گاه خوردیم با جدابتون، اما خب اتفاق افتاد. چه اتفاق افتاد؟ وقتی حرفا رو میزنید، چون خیلی اصلا مطالبه دارن داخل خودتون دیگه، خیلی مطالبه دارن داخل خودتون، شو این پولا رو که گفتن گرفتید، آقا پول ما پول گرفتید، 5 قرون بهشون ندادن. ولی این چرتی پرتی که مینویسن که دل نیروی خودش شاد کنن، نیروی علیه خودش قیام میکنن، شاهکار کردید این رو نوشتید و دوستان یه توضیح کردن کار ندارم، ولی شماها شاهکار یه کاری که میکنید، یه خودزنی های چی میگن زیرپوستیه، خیلی عالیه. نیروی آقا پول گرفتیم 500 میلیون دلار به کمه، پول ما رو بدین، حقوق ما رو بدین. بعد میگم نمیتونم بگه دروغ گفتیم که دروغه، خود دروغ دروغ مشخصه، دروغه. عراق 500 میلیون پول قبلی خواهد بده به ایران و این کارا رو بکنه. آمریکا گه خورد با عراق، آمریکا خوش بده شلوار خودش بالا بکشه، شلوارش خیس کرده حسابی، به خودش فلان کاری کرده حسابی، بوی گردش دنیا رو گرفته، روسیه از اون بدتر، چین از اون بدتر، اروپا از اون بدتر. عظمت ملت ایران به دنیا ثابت شد، توانش ثابت شد. شاهزاده شب چیکار کرد؟ شاهکار کرد. اصلا همه رو هول کرده چیکار کنیم؟ مرتب با شازه صحبت میکنن، یه اگه 2 ساعت مصاحبه داری 3 ساعت قبل مصاحبه چیکار بکنیم؟ میان اونجا میشینن ماموره اعتراضی میشینن چیکار بکنیم؟ دیگه از یه حفا گذشته، نمیتونید جبران مافات بکنید، چون اینقدر گم زدید، اینقدر جنایت کردید، اینقدر خیانت کردید که تا اینجای سرتون غرق هستید توی خون و کسافت لجن. ول کنید برید بدبخت بیچاره. دوباره پیام شازده رو میخونم براتون. شازده رضا پهلوی در گفتگو اقتصادی با نشریه دی تلگراف گفته همه شرایط لازم برای سرنگونی رژیم فراهم است. مردم از داخل، این مقدار از خارج، آقای این اپوزیسیون خارج کشور مزدوره، این آخر خطتونه. بدبخت آقای هم برش رویم که شده بید حرفی بزنید، بیاد یه حرفی بزنید، بس کنید
دم بچست دم باسته اینه اونو و آقای مهدی خلجی اون که صفت و آقای ماینو بیشرف اونی که بی ناموس اونی که حروم زاده همه تو از هم دیگه بدتر آخر خردتونه شازه بیه سال حرف نمیزنه من میدونم چی گفتهشون و مردم داخل کشان میفهمشون چی میگند شما ها کر و کور و لال هستید خاک آدم بر سرتون لیاقتتون همینه خلایق هرچی لایق بچستید دوباره باسن آقای جورسولس که الان اصلا تو کما سلاح نست از بدبختی برک سرش اومده ملت پیروزه ملت کنه که شما رو میکنه شما وقتی برگرد ایران باید اندار از همه مواسه حسابتون بیرد کی بودی چی بودی چی کارهای کردی چه جرایتهای کردید در لوای دوست آدم دشمن به اجازه خوبه ولی در لوای دوست همون کاری که مجاهدین کسافت کردن تو جنگ ایران عراق همون بیشرفی کرده کرد یه آقای اومده برام آقای دادم چی حسن حبیبی یک لات عرقه کسافت مفعولیست که اون سرش ناپیدا زن من شاه کشته برادر من شیخ کشته نه شیخ نه شاه تو گاه خودی کسافت تو اینقدر گن زدی اینقدر آدم کسافت بدیدی که اون سرش ناپیدا اول از دره تو فرانسوی بود یکی از این آقایون گفتن فرانسوی بود خود مجاهد بود دیواده بیرون تو یه شلاق هم نخوردی حروم زده کسافت تو ایرانی نیستی تو وطن نداری تو بی وطنی تو با این راه ارتزاق کردی تو شهرت خاص عام هستی تو بی شرف حروم زاده خیال کردی میاد آقای اسلام یاد رفت متاسفانه میاد رهبر شاگردی میاد تو چون پتت رو آب بیزه دیگه اینا فایده نداره مجاهدین بس کنید شما در اون قضیه که آقای کنگرو کی و کی گذاشتن شما 300 تا رأی داشتی 300 تا رأی 300 تا رأی بفهمید بدبخت فلک زده تو نمیتونی بفهمید لیاقت فهمیدن ندارید علی غفاری مدیر مسئول استراد نیوز با انتشار ویدیویی در تویتر خود نسبت به شتاب سقوط ارز واکنشان داده با باشه استخوان رئیس جمهوری در ایران نوشته قطار پیشرفته آقای ابراهیم رئیسی در حال سقوط به تایید در دست بدون شک همینه کار دست آدم های کوچیک بوده همینه فکر عنوان که داره این عنوان روش کار میکنه بدبختی بیچاره عنوان مسئولیت میاره عنوان کار میخواد عنوان عرضه میخواد شرف میخواد ناموس میخواد که هیچ کدومشو ندارید به حقتون هر سر بیاد اشتران صغر رئیس جمهوری نوشت قطار پیشرفت ابراهیم رئیس در سقوط تایید در رست او در رابطه خطاب مخاطبان خود نوشته داریم سقوط بکنیم کمربند رو ببندید اینم که دیگه آقای قفاری با اشاره به وضع ارز ایران گفته وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه وقتی بیدار میشن گرون میشه نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره سراب نیوز یک پایگاه خبری وابسته به حکومت و نزدیک به جامعه اصولگرا است بله اعتصاب کارگران فولاد یزد منتشر شده آنها به میزان حقوق خود اعتراض دارن کارگران فولاد یزد میگن همه تحصیل رفاه برای مدیران است خلاصه الی آخر دختری حرفی زده تن به تن درزید احساس شعف کردن خوشحال شدن مثلا افتخار کردن چقدر این دختر قشنگ نیلوفر آقایی از اونه که چشش کور شده ایرانم روی یک چشم حق شد چی بهتر از این؟ چی بهتر از این؟ یک موی گنده این دختر رو تمام شما اشغال کنده ها میارزه خاک آدم برسرتون چشش داره؟ میگه ایران روی چشم حق شد بله تجمع اعتراضی با سیاست تنظیم شده در شوش استان خوزستان رزمندگان دیروز گرسنگان امروز ببخشید دوستان خیلی ببخشید باز دوباره باز مسئولیت دختر جدید خانواده محترم نفس دختر مدرسه آقای نفس برسه تحتیلش کنید که چی؟ برای چی کار بکنن؟ این دار دسته مصباحی از این بیشتره که کار را میکنم گفتم به اتو قبل اینا
جیگر مدیر برسر در بیارید. من نمیدونم اون چی هستی بعضیاتون. اون مدرسه چیکار کنه؟ الان ما توی تهران نزدیک 14000 لیسانس سفور و رفتگر داریم. اون درس به درد عمهشون میخوره، نکنید. چه اصراری هست؟ البته اینا خوب هستن، پس اینا چه اصراری نکنید. یا لاغر دختر چیزی بیرون نخورن. نخورن. این که میشه که خوراک به حکومت ندید. سخنگوی وزارت صنایع معدن صمت اسم نه چی است؟ فروش خودروی همه شرکت خودروساز در سامان یک پارچه این هفته لغو از هفته بعد انجام شد. به هیچ وجه به نظر ماشین نخرید. تازه هیچ شرط نخرید. تازه هیچ شرطی نخرید چون ماشین خودتون کیفیتش میدونید چی است؟ اینا همشون دزد جنایتکار، همه جنس آشغال، نخرید تا جونشون در بیاد. اصلا نمیخریدم. توی سامان گذاشتم، کسی استقبال نکرد. تیم پرسپولیس و تاجم گذاشتن، کسی استقبال نکرد. فکر کنم چیکار می‌کنه؟ اون زمان گذشت. می‌خواستم پولشی بفروشن در رم بدن، اونم دیگه نتونستن. بله. رسانه‌های ایران، رسانه‌های ایران، خود حکومت، چینی‌ها به میدان نفتی یادآوران پشت کردن. یه تر دست رو 4 سال دست رو بودیدن. دیگه دیدم از خراب اوزار بیدیخشون همه چیزی دارن، پولم نیست، دارن از ایران برمیگردن میرن. روزنامه شرق با اشاره به گذشته، گذشت 6 سال از حضور چینی‌ها در میدان نفتی یادآوران نوشت، آنها به این پروژه در حوزه انرژی پشت کردن و به طور غیر رسمی از این میدان مشترک با عراق کنار کشیدن. شرکت چینی ساینوپک پیمانکار اجرای چند فاز این میدان مشترک بوده. خب خبر زیاد هست. اون آقایی که گفتم آقای رژیم مصداقی است، صحبت خیلی خوبی کرد رژیم مجاهدین و خوش مجاهد بود چند سال و بعد از فساد. راست میگه 15-16 سال آقای رجبی پیداش نیست، رجبی خانم باز، رجبی همه افکارش همینه. سقوط حکومت تسریع شده و هر لحظه امکان سقوط است. هر لحظه است، این نه هر روز، هر ساعت، هفته، نه، هر دقیقه، چون از داخل کاملا پوکیده پوسیده و بیشون هم افتادن و دارن هم دیگه تیکه تیکه میکنن، همه تقسیم رو میزن. خامنه ای موشش از اون کنار خفخون گرفته و از زاده از بالاش یه جایی که میخوام ببرن خارج کشور، هیچ جا راد نمیدن. بعد بختش هر جا بری بعد چند روز، چون از ترس حکومت آینده ایران هست. حکومت ایران، آینده ایران شما رو میخواد. برید پشت کوه قاف هم که قایم بشید شما رو میارنتون. ملت حق داره شما رو محاکمه کنه و با شما جواب پس بدید. فکرشن هر گوی خود تماشاست، نه اینجور نیست. روزگارتون سیاست. ایام بکنم روزگارتون خوش، که روزگار خیلی ساعت خیلی خوبی داره میگذره. هر لحظه با شما صحبت میکنم، سقوط حکومت ممکنه و داره اتفاق میفته. خدا نگهدار.